مسئولان محلی و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و شهرداری و استانداری کربلای معلا از مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام تشکر کردند. طرح چشمانداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر در آخرین جلسه مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام با حضور مسئولین برگزار شد. در همین راستا حسین العادلی مسئول روابط عمومی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام توضیح داد در این جلسه در مورد بخش مهم یعنی حوزه سلامت و خدمات شهری و ایجاد مراکز و واحدهای بهداشتی و درمانی صحبت شد و حاضران در جلسه بر ضرورت تأمین تعدادی از این واحدها در داخل و خارج از مرکز شهر مقدس کربلا برای تأمین آسایش زائران تأکید کردند. سخنان نفرت انگیز هندوتوا علیه مسلمانان در ایالت اوتارکند رواج یافته است و موج جدیدی از اسلام حراسی در این ایالت در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از عمر فارق فعال مسلمان هندی ایالت اوتارکند در شمال هند در حال حاضر با موج نگران کننده از نفرت علیه مسلمانان مواجه است که این موج ناشی از اتهامی با عنوان جهاد عشقی است. گفتنی است این اتهام یک تئوری توطئه هندوتو است که بر اساس آن ادعا می شود مردان مسلمان زنان هندو را به ازدواج با خود ترغیب می کنند تا آنها را مسلمان کنند. شایان ذکر است علی‌رغم وجود نداشتن تعریفی از این اصطلاح در قانون هند، جامعه هندو از آن به عنوان تبعیض علیه مسلمانان استفاده می کنند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از منابع خبری روز یکشنبه در درگیری بین سربازان و شبه نظامیان طرفدار دولت در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 6 نفر کشته شدند. شایان ذکر است این حادثه بعد از ظهر روز شنبه در روستای موگراوا در 15 کیلومتری شهر گوما رخ داد. بنابر گفته آدولف موهیر یکی از اعضای سرویس حفاظت مدنی جمهوری دموکراتیک کنگو در نزدیکی گوما بر اثر این درگیری یک سرباز و یک پلیس و 4 غیر نظامی کشته شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده که زندگی بیش از 1.5 میلیون نفر در سومالی ممکن است تحت تأثیر باران‌های فصلی شدید اخیر در این کشور قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از بی بی سی، سازمان ملل می‌گوید چنین رخدادی ممکن است یک بار در هر یک قرن رخ دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به تفاوت در دمای سطح دریا در قسمت‌های مختلف اقیانوس هند می‌گوید که بارش‌ها با تأثیر ترکیبی دو پدیده آب و هوایی انینو و دو قطبی بدتر شده است. گزارشگران محلی می‌گویند اردوگاه‌هایی که مردم فراری از دست خوش‌سالی در آنها زندگی می‌کنند زیر آب رفته است. پیشبینی اقتصاددانان و کارشناسان بازار ترکیه نشان می‌دهد که در سال آتی میلادی آمار شرکت‌های صنفی و واحدهای تولیدی و تجاری ورشکسته شده با افزایش جدی روبرو خواهد شد. سال 2023 میلادی رفته رفته به پایان می‌رسد و اغلب مراکز مطالعاتی اقتصادی و کارشناسان بازار در ترکیه در حال جمع‌بندی و ارزیابی آمار ارقامی هستند که بتوانند تحلیلی از اوضاع سال جاری به دست دهد و هم بگوید که برای سال آینده مردم این کشور چه شرایطی خواهند داشت. تیم اقتصادی دولت اردوغان اعلام کرده که در آینده اخبار خوبی برای مردم خواهد داشت. اما پیشبینی اقتصاددانان و کارشناسان بازار ترکیه نشان می‌دهد که در سال آتی میلادی آمار شرکت‌های صنفی و واحدهای تولیدی و تجاری ورشکسته شده با افزایش جدی روبرو خواهد شد. همچنین بر اساس داده‌های آژانس مقررات و نظارت بانکی BDDK کل وام‌های نقدی ارائه شده توسط بانک‌ها به بخش‌ها در سپتامبر 2023 به 10 تریلیون و 871 میلیارد لیر نزدیک شد.